در مطالعات محیطی توی شناخت وضعیت موجود روستا یه مقوله دیگه که بسیار مهمه در طرح عالی مصوبه بنیاد مسکن انقلاب باید بیاد، بحث مطالعات زیست محیطیه که حالا اگه تو روستا یا اون سکونتگاه روستا یا فرادست روستا اگر یک محیط زیست پایدار نباشه، اگر اونجا محیط زیست پایداری برای زندگی نباشه، باعث اول مهاجرت میشه و بعد رغبتی برای موندن جوانان در اون روستا وجود نداره. پس محیط زیست به خاطر اینکه روی سلامت جسمی و روحی افراد یک روستا تأثیر میذاره بسیار مهمه، و اگه به عنوان محقق و یا به صورت شرکت مشاور هستیم باید حتما این مقوله زیست محیطی رو مورد توجه قرار بدید و در طرح حادی روستایی باید بیارید و در مورد اون توضیح بدید. خب وقتی صحبت از مطالعات زیست محیطی میشه، صحبت از انواع آلودگی ها، شناسایی انواع آلودگی ها شناسایی انواع آلودگی هاست که حالا اینجا میتونه شامل آلودگی های خاک باشه، آلودگی های آب باشه و آلودگی های هوا باشه، که این خیلی مهمه. باید محقق مشاور تمام منابعی که باعث آلودگی خاک، آب و هوا میشه رو، یا مخصوصا آلودگی صوتی که در طرح‌های مصوب بنیاد مسکن اومده و آلودگی های بصری در سطح یک روستا باید شناسایی بشه. در واقع محقق یا مشاوری که داره طرح حادی روستایی انجام میده، محقق یا اون شرکت مشاوری که داره طرح حادی روستایی رو انجام میده، باید شناسایی کنه، باید به شناسایی منابع آلودگی بپردازه. حالا چه به صورت آلودگی خاک باشه، چه آلودگی هوا باشه، چه آلودگی آب باشه، باید تمام این منابع رو شناسایی کنه با توجه به هم از طریق مطالعات میدانی و هم استلام از ادارات زیرت و یا در متون علمی که حالا گزارشی در مورد این سکونتگاه روستایی هست، یا در گزارشات فرادستی باید تمام اینا مطالعه بشه و در طرح حادی روستایی محقق یا مشاور در مورد این مطالعات زیست محیطی و مطالعات محیط زیستی و مطالعات جامعی رو انجام بده و حتما باید دقت کنید که بر اساس مصوبات جدید باشه و باید مثلا من اینجا بخوام مثال بزنم، اینکه در روستا آیا سایت دفن پسماندی هست یا نه. خب اگه نیست باید پیشنهاد بدیم، حالا بعدا در نقشه پیشنهاد میگیم که یکی از نقشه پیشنهاد سایت دفن پسمانده، و بعد اینکه آیا در اون روستا این پسمانده رو چطور جمع آوری میکنن، این باید مطالعه بشه و در طرح حادی بیاد. جمع آوری زباله ها، بحث دامداری متمرکزه، دامداری های چون باعث آلودگی میشن، دامداری های متمرکزه که حالا باید دسترسی به اونام آسون باشه و افراد روستا بتونن به اونجا مراجعه کنن، که البته من در یه مبحث جداگونه در مورد دامداری های متمرکز صحبت میکنم و میگم که چه شرایطی باید داشته باشه و طبق مصوبات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید دامداری ها چطور احداث بشه. پس مطالعات محیط زیستی خیلی مهمه، مخصوصا یکی سایت دفن پسماند، جمع‌آوری زباله، آیا زباله ها اونجا بسته‌بندی میشه نمیشه، آیا زباله ها تبدیل میشه، آیا جداسازی زباله های جامد مایع در اون روستا انجام میشه یا نه، اینا مقوله خیلی مهمیه. مثلا همون بحث گورستان که قبلا گفتن یا قبرستان، که اینکه حالا در کدام قسمت روستا باشه که باعث نشه که شیراباش وارد زمینهای کشاورزی بشه، یا اینکه مثلا اون سایت دفن پسماند اگه تو روستا وجود داره، اون سایت دفن پسمان که در روستا وجود داره باید طوری طراحی بشه و در یک مکانیابی مناسب باشه که باعث آلودگی خاک نشه. یا اگر در روستا یه سری کارگاهی هست، مثل کارگاه های شنوماسه، یا اگر اطراف روستا یا در چند کیلومتر روستا کارخانه های اداره شده، باید نگاه کنیم که این کارگاه ها و کارخانه آیا باعث آلودگی شدن یا نه، و اینکه چطور منابع رو شناسایی کنیم و پیشنهاد بدیم و باید توی مطالعات محیط زیستی بیاریم. پس وقتی صحبت از مطالعات محیط زیستی میشه، صحبت از منابع شناسی آلاینده میشه
چی گفتم از طریق مطالعات میدیم و استعلام از ادارات و سازمان، مثلا سازمان محیط زیست و دیگر ارگانهای زیرفت، میتونیم اطلاعات رو جمع آوری کنیم و در طرح حادی روستایی خودمون رو بیاریم. و این هم یکی از مطالعات بسیار مهمی که اگر ما نتونیم اون رو در طرح حادی روستایی به نوع انجام بدیم، شاید که طرح حادی روستایی شما مورد موافقت همون عامل چهارم یا شرکتی که باید اون رو تایید کنه مورد استقبال اونا قرار نمیده. البته بعدا موقع نقشه های پیشنهاد دفن پسماند رو میدیم، سایت دفن پسماند، اونجا توضیح میدیم و بیشتر صحبت میکنیم. و بعد اینکه مورد بعدی هم جمع‌آوری زباله است که آیا جمع‌آوری زباله انجام میشه و اینکه به چه طریق انجام میشه، به چه طریق انجام میشه، آیا سازم، آیا ساماندهی شده، آیا نظم خاصی داره نداره، آیا هر روز این پسماند جمع‌آوری میشه، آیا هفته یک بار، همین گزارشاتی رو باید آماده کنیم و در طرح حادی روستایی بهش توجه کنیم. پس محیط زیست، مطالعات محیط زیست از این جهت مهمه که باعث میشه که محیط زیست، یعنی محیط سالمی در روستا باشه، تو کنندگان روستایی محیط سالم باشه و این محیط سالم پویا و خیلی شاد باعث میشه که مهاجرت کمتری رو ما از سمت روستاها به سمت شهر داشته باشیم. چون یکی از اهداف اصلی طرح حادی روستایی علاوه بر مطالعات کالبدی و پیشنهادات مشاوری و محققه، یکی از اهداف اصلیش اینه که جمعیت از سمت روستا به سمت شهر کمتر بشه، یعنی مهاجرت روستایی به شهر کمتر بشه و ما بتونیم در روستاها از لحاظ اقتصادی، معیشتی، محیط زیست سالم، منابع آب، اینا محیطی رو فراهم کنیم که مهاجرت کم بشه. البته بازم تاکید میکنم، من در ویدیوهای اول گفتم خدمت شما که وظیفه بنیاد مسکن انقلابی و طرحهادی این نیست که اقتصاد رو پویا کنه یا بیکاری رو از بین ببره، چون خودش وزارتخونه‌های مرتبط با خودش داره و از عهده و وظیفه طرحهادی روستایی چیه خارجه. ایاتون باشه، اول شما گفتین طرحهادی روستایی یعنی تجدید حیات مجدد روستاها، خب که ما بتونیم روستاها رو دوباره احیا کنیم. یعنی در واقع وقتی میگه روستا احیا بشه، یعنی اون روستا به معنای واقعی داشته باشیم. خب حالا روستا، خب دیگه همیشه شما میدین وقتی به روستا میرین آب هوای خوب داره، هوای خوبی داره، آب خوبی داره، کشاورزی، محصولات چای ساده ارگانیک، همه اینا در راستای یعنی ساماندهی و تجدید حیات روستا ما در این اهداف گام برمی‌داریم که بتونیم روستای خوبی داشته باشیم و از 10 سال دیگه اونا رو چیکار کنیم، بازبینی کنیم.